شمایی که اون گوشه دنیا همینا رو بشنوید میگه انقلابه دیگه، ممکنه شکستش شه، ولی اینی که من میبینم انقلابه. و کسی هست حالا به خودش میگه کمونیست، مثلا تو تاریخ و مملکت هم نقش داشته، 30 سال هم اونجا داره فعالیت میکنه، چماخب نیروها اینا رو میشناسه، میگه این فکر کنم دنباله حرکت موسوی تو خیابون ها باشد. خود موسوی اینو نمیگه، خود خامنه اینو نمیگه، رسانه های غربی دیگه اینو نمیگن، مقامات دولتی اینو نمیگن، مفسرین گاردین اشپیگل اسوسییشن اینو نمیگه، کامن سنس افکار عمومی بهش میگه انقلاب. این چپی که با سرش راه میره و میگه این انقلاب نیست، قرار بود برعکس باشه، قرار بود اگه یه تحول اجتماعی هست گیرم این تحول سر انتخابات، فقط سر انتخابات برحق هست یا نه. یه انتخاباتی شده مردمی رای دادن میگن یکی دیگه از صندوق در اومد دیگه، توی چپ میری میگی حق با ایناست و میری میگی اصلا این انقلابه، حتی اگه خودش نگه، مردم بعد از این فراتر برید صندوق هم دوباره بشمرن کوتاه نیای، برید که مذهب از دولت جدا کنید، برید که آپارتاید جنسی رو ور بندازید، برید که فقر رو ور بندازید، برید که حقوقای عقب مانده رو بگیرید بکنید. این چپ اینه دیگه، که جامعه بگه فه تو بگو فرهزاد، نه که جامعه میگه فرهزاد تو میگه قاف. این چپ امروز نزدیک 50 سال از دنیای امروز عقبه به نظر من. یک انقلاب مدرن امروزی قرن 21، انقلابی که خبرنگارش خودشه، و این به نظر من میشه سر این کتابا نوشت، به نظر من انقلابی که خودش معرفی میکنه، انقلابی که انحصار رسانه‌هایی رو میشکنه، به خودش جرأت میده، در این حال به خودش اعتماد به نفس میده، میدونه من اگر تو این کوچه رسیدم ریختم سر حسن آقا پاسدار زدمش، فردا رو اینترنته و مردم میفهمن و حرکتاً گم نمیشه، فراموش نمیشه، تأثیر میذاره رو همسایه‌ام، تأثیر میذاره رو دو تا خیابون دیگه. من این که اینو میفهمم وسیع‌تر جلو میرم، با دل و جرأت بیشتری جلو میرم. فقط اینطوری نیست که تکنولوژی اینترنتی اومده اینها فقط خبرنگارن، مثلا اینی که انقلاب داره خودش رو معرفی میکنه و این چپ انقدر کوره، میبخشید من مجبورم توی صحبت کنم، انقدر سرش زیرو برف کرده که نمیبینه، اینترنت رو کلیک میزنه دنبال الله اکبر رو میگرده و موضعی گرفته که هرچی احمدی نژاد قوی تر بشه این حقیقت این مرد بیشتر ثابت شده. مثل کسی که بره تو فوتبال رو تیم رقیب شرط ببنده، وقتی گل بخوره خوشحال میشه. موضعی گرفته این چپ که همین فردا اگه به اوضاع تموم بشه زبونش دراز میشه از جمله رو حزب ما، دیدی ما گفتیم این انقلاب نیست، 6 ماه مردم رو مثلا سر کار گذاشتید، این همه کشته دادید، ما که از اول گفتیم توطئه احمدی نژاد است. این چپ این موزه شده، خدا خدا میکنه مردم شکست بخورن ایشون موزهش درست از آب در بیاد. همین نشون میده که چقدر داری با سر راه میری. و من اینو میگم متاسفانه بهش میگم چپ اسکولاستیک، حتی چپ ایدئولوژیک هم زیاده واسش، این چپ اسکولاستیکه، چپی است که تو دنیای ذهنی خودش شعار واسه این چپ مرزبندی با همسایه بغلی، با نیروی دیگه چپ بغلیش، مقاله واسهش اینه که خودمون و دوستانمون چجوری. اگر مقاله بنویسم که انقلاب طبق تعریفی که من و دوستانم تو جنبش چپ فرقه‌ای روش توافق کردیم از اون تعریف بیرون بره، من ضرر میکنم. بعد جوری حرف بزنم که دوستان بگم به به چقدر. اگه من بگم این که انقلاب نیست، انقلاب باید کارگر رأسش باشه، 4 تا مدال ایدئولوژیکم میگیرم، آبروی ایدئولوژیک من پلو دوستان نگه داشتم. این که مردم میرن کشته میشن غیره، میتونم بگم خورده بورژوان دیگه. گفتم من سخنرانی داشتم تو استکهلم 4 ماه پیش، اون عکس پوستر اون دختری که با روسری قرمز دستشو بالا کرده زد، اون پشت سرم تو کنگره مونم زدیم، یکی از اودینس همین مثل شما نشسته بودن، حالا بلا نسبتشون، یکی دستشو بلند کرد گفت که این دختره که از اون بالای شهری هاست، این که خورده بورژوا هست، شما به این میگین انقلاب؟ گفتم این همون موضعی بود که تو 8 مارس 57 با اسید ریختن به جون زنای بالای شهری که به حجاب اعتراض داشتن دیگه. چپ اون موقع با حجاب میرفت سر میز کتاب خودش وای میساد، من یادم، چپ سنتی حجاب سرش میگه سر میز کتاب، زنا که علیه حجاب میمدن تو خیابون میگفتن این بالای شهری هست به ما مربوط نیست. این چپ رو من بهش میگم چپ اسکولاستیک. جون آدمیزاد اصلاش مهم نیست، مهم اینه که خورده بورژوا هست یا نه، تازه به نظر خودش. و این
این اومده تو این، معلومه این هیچ کاره است، این چپ هیچ کاره است، این چپ به جایی نمیرسه. به نظر من کاری به این نباید داشت، باید رفت به سراغ واقعیت زنده و به استقبالش، و اگه یه درجه انقلابه تو بکنیش یک کیلومتر دیگه، اگه مردم یه نیمیت جلو اومدن تو به پری سر جلوشون بگی از این ور اصلا انتخابات شروع کردید، دستتون در نکنه، چون انتخابات این رژیم مثل بقیه چیزاش تقلبی، ضد انسانی، غلط، ارتجاعی غیر است. ولی قضیه ما فقط انتخابات نیست، قضیه ما اینه که باید اعدام هم بره، باید بحث باز دولت جدا بشه، باید اون ده فرمانی که از ما به عنوان ده فرمان انقلاب داد پنج ماه پیش، این کاری که یه چپ پاروزمینی واقعی دخالتگر که میخواد بره خودشو بزنه به دل طوفان و از اون پیروز بیاد میکنه، یه چپ دیگه هست که طوفان شده یه حصار سنگی میکشه دور مقولاتش که باد نبره و دوستان خودش و سابقش تون حصار سرش رو جمع میکنن این طوفان بیاد و بره، بعد از سوراخ نگاه میکنه طوفان رفت، میگه دیدی گفتیم خبری نمیشه. این چپ این داره مقولات خودش رو نگه میداره، داره فرقه خودش رو حفظ میکنه و داره با فک و فامیل در اون جنبشی خودش بده بسونه مقولاتی و پولمیکی و ایدولوژیکی میکنه. کاری که چپ باید بکنه، کاری که ما فکر میکنیم و حزب ما داره میکنه، اینه که بره مکانیسم ها و دینامیس های امروز رو بشناسه تو این انقلاب. یعنی راجبش حرف نزده، تازه است. منصور اکبر راجبش حرف نزده چون نیده بود. منصور اکبر اولین 16 آذر آزادی برابری هم ندید، جشن آدم برفی هم ندید و متاسفانه درگذشت. اینها تازه است، اینها رو باید رفت دید. نمیتونی با مقولات دیگه قلد و قل بازی کنی، نمیتونی دست تو کنی تو جعبه جواهرات پدر بزرگ مادر بزرگ از تو شعار تاکتیک استراتژی بکشی بیرون، باید بری واقعیت زنده رو ببینی، راه پیدا کنی، راه نشون بدی، ببینی چطور باید متشکلش کرد، چطور باید عمیقش کرد، چطور باید پیروزش کرد. تا اونجایی که به حزب ما مربوط میشه، ما فکر می‌کنیم حزب ما نقش داشته تو شکل دادن به این حرکت ها، به خصوص با پراتیک کانال جدید که الان دیگه واردش نمیشم، اومدم تو سوال جواب واردش بشم. حزب ما نقش داشته تو این و ما فکر میکنیم باید کاری کرد که این انتخاب اجتماعی چپ که به نظر صورت گرفته، جامعه اجتماعی چپه، ولی از نظر سیاسی این خلأ هست. از نظر سیاسی هنوز یه رهبر سیاسی که جامعه بگه این حزب، این باید اینو قبول داریم، این رهبرمونه، این اتفاق نیفتاده و ما این فاصله رو به سرعت باید طی کنیم و این فاصله رو فقط با دیدن واقعیات، به رسمیت شناختن واقعیات و آستین بالا زدن و تغییر واقعیت اون جهتی که میخوای میتونه اتفاق بیفته. اینو کسی به ما هدیه نمیده و ما به سهم خودمون همه انرژی اون رو میذاریم که این انقلابو به پیروزی برسونیم. خیلی ممنون.